فرصت بندگی. شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اینی اسألک به حق فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. وقتی که دلم پر از غم فاطمه است، جان سوخته از عمر کم فاطمه است، دیگر مکن از بهار صحبت ای دوست، در سینه من محرم فاطمه است. دیگر مکن از بهار صحبت ای دوست، در سینه من محرم فاطمه است. انشاءالله جزء عزاداران واقعی حضرت زهرا قرار بگیریم. صلوات خدا اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فلجهم و لنا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فبین استعین عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه سروران عزیز و ارجمند خودم، اساتید و دوستان و همرزمان و یاوران و نور چشمان خودم که توفیقیه که بنده حقیر در مجموعه آقا جواد الاحمد علیه السلام خادمی شما عزیزان رو داشته باشم و کسب اجازه میکنم از همه شما عزیزان و در محضرتون چند دقیقه رو درس پس بدم و انشاءالله این جسارت حقیر رو به بزرگواری خودتون ببخشه. در ابتدا تسلیت عرض میکنیم ایام جانسوز فاطمیه رو و امیدواریم که قضا قبول باشه عزاداری شما عزیزان در ایام شهادت حضرت زهرا به روایت 75 روز. اگر به روایت 75 روز شهادت حضرت زهرا رو نگاه کنیم، این روزها روزهای یتیمی و تنهایی فرزندان حضرت زهراست و اگر به روایت 95 روز بخوایم نگاه کنیم، این روزها روزهایی که بی دالم حضرت زهرا سلام الله علیها در بستر بیماری هستند و عزیزانشون در حال پرستاری هستند. پس ایام ایام حزن، ایام ایام عزاست، ایامیه که آقامون امام زمان صاحب عزا هستن و ما هم باید به مقتدای خودمون اقتدا کنیم و عزادار باشیم و کارم نداشته باشیم به این که مردم این شهر الان چی کار دارن میکنن، چه هیاهویی، چه بگیر و ببندی، چه اتفاقاتی. آقامون امام صادق فرمودن که شیعان ما شیعانی هستن که در غمهای ما محزون و در شادی های ما شاد باشن. انشاءالله جزو عزاداران حضرت قرار بگیریم و انشاءالله بیبی دالم در صحرای محشر انشاءالله دستگیری کنه و عنایت ویژه‌شون شامل حال همه ما بشه. خدا رو شکر میکنیم که با تمام فراز و نشیب ها، با تمام سختی ها، با تمام مشکلات که بهش اشاره خواهم کرد، سال 1392 رو به اتمام هست و آقامون، مولامون، مقتدامون، آقامون جواد الاحمد علیه السلام این افتخار رو به ما داد که باز یک سال دیگه زیر پرچمشون عرض ادب کنیم، نوکری کنیم و امیدواریم که انشاءالله این نوکری، این ارادت ها رو از ما قبول کنن و تا قیام قیامت پایدار باشه. و سجده شکر به جا میاریم و خدا رو شکر میکنیم که آقا باز دستمون رو گرفتن، آقا باز نگاه به بدی هامون نکردن، باز گفتن بیایید و نوکری کنید، فر باز گفتن بیایید و شماها در این بحران ها و اتفاقاتی که افتاد باز ما رو رها نکردن و این افتخار نوکریشون از ما نگرفتن. یک نگاه به اطراف خودمون بکنیم، ببینیم کیا بودن، کجا بودن، الان کجا هستیم و کیا هستیم. الحمدلله
چند دقیقه با هم دیگه صحبت داشته باشیم، یک بحث کلی داشته باشیم نسبت به جریان شیعه و نسبت به تکلیف مداری و وظایفی که ما داریم به عنوان شیعه. من یک رصدی کردم، یک تحقیقی کردم، یک خلوتی با خودم داشتم و اتفاقات اخیری که در جهان تشیع داره میفته رو یه مروری کردم و برای خودم یک آسیب شناسی کردم و اینکه چرا شیعه اینقدر غریب شده و اینقدر غبار غربت و تنهایی در جهان اسلام روشو گرفته. اولین چیزی که به ذهنم رسید اینه که خود ما به عنوان بچه شیعه اون چیزی که تکلیف داریم، اون چیزی که به گردنمون هست نسبت به اون کوتاهی کردیم و کمکاری کردیم و اون تکلیف مداری که توقع است از یک فرد شیعه و اون چیزی که خود ائمه اطهار از ما میخوان توی زمینه حقیقتا کوتاهی کردیم و نتیجه های بسیار اسفناکش هم داریم میبینیم. به نظر من تو فضایی که الان معنویت رنگ باخته، جامعه ای که فقط دغدغه‌شون خوردن و خوابیدن و پوشیدن شده، جامعه تشیع رو دارم میگم، فضای اجتماعی شهر که دغدغه دینی کم شده، چیزی به نام امر به معروف و نهی از منکر دیگه معنایی نداره، چیزی به نام ارزش ها گم شده در بین خود بچه شیعه ها و بچه هیئتی ها و مذهبی ها. اینا چیزی نیست جز نبودن یک باور اعتقادی و یک تکلیف مداری که تک تک ما ها ملزم به اون هستیم و با کمال تأسف درد دین در بین جامعه تشیع کم شده و با کمال تأسف حلقه گم شده جامعه متدین ما نبودن یک غیرت دینی و نبودن یک غیرت شیعی هستش. خیلی از ماها غیرت دینیمون در روز عاشورا اوج میگیره و بعد از دو سه روز از روز عاشورا گذشتن تموم میشه. خیلی از ما غیرت علویمون در شبهای قدر یه مقدار خودش رو نشون میده و بعد از شبهای قدر تموم میشه. یک بعضی از ما غیرت فاطمی بودنمون در ایام فاطمیه و یکی دو روز شهادت حضرت زهرا یک خودنمایی میکنه، بعد از ایام شهادت حضرت زهرا، بعد از عاشورا، بعد از شبهای قدر همه چی تموم میشه و به نوعی شاید ماها شیعه عاشورا باشیم، فقط ماها شیعه فقط شهادت حضرت زهرا در اون ایام باشیم، در صورتی که امام زمان تمام روز، تمام ساعت، تمام دقیقه ساعت منتظر میخواد. وقتی که غیرت شیعه کم بشه، وقتی که فقط به فقط عشق به امام حسین و عشق به اهل بیت و حضرت زهرا لغلغ زمان فقط باشه، وقتی که فقط ادعا بکنیم که اگر ما در کربلا بودیم این اتفاقا رو نمیگذاشتیم بیفته، اگر ما در کوچه های بنی هاشم بودیم نمیگذاشتیم اتفاقا بیفته، وقتی که صدای حلب ناصر الینصرانی آقا امام زمان رو نشنویم، اتفاقاتی در اطراف ما در جهان تشیع میفته که خیلی راحت از کنارش میگذریم و باید قبول کنیم که غیرت شیعه کم شده بینمون، غیرت دینی کم شده بینمون، خیلی راحت از کنار اتفاقاتی که پیرامونمون میگذره عبور میکنیم، انگار نه انگار که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هدف قرار داده خانواده های ما رو، انگار نه انگار که هیئت‌های مذهبی ما رنگ و بوی معنویت و حسینی بودن خودشون کم رنگ شده و رنگ باخته.
وقتی که اینقدر بی تفاوت باشیم، وقتی که اینقدر راحت از کنار خیلی از مسائل بگذاریم، نتیجهش این میشه که وهابیت خبیث و کثیف و سلفیای نامرد فجایع و مواردی رو در کشور سوریه رقم میزنن که حتی قدرت مشاهده کردنش رو هم ما نداریم. من این مطلب رو در ابتدای پیاده روی کربلا خدمت دوستان عرض کردم، یادشونه نجف که میخواستیم حرکت کنیم رو به سوی کربلا در ایام اربعین، اونجا من این مطلب رو به دوستان گفتم، گفتم وهابیت در باطل بودن خودش، در کفر بودن خودش محکم ایستاده. یعنی چی؟ یعنی وهابیتی که باطل باطله، وهابیتی که به ناحق الان داره جولان میده، در باطل بودن خودش محکم و استوار ایستاده. کار به جایی میرسه که این افرادی که مغزهای یخزده دارن، افرادی که مغزهاشون با پولهای کشورهای همچون عربستان شستشو داده شده و هیچ جایی برای تفکر برای خودشون نگذاشتن، میان به این باور باطل میرسن که اگر هفت شیعه رو حالا به اصطلاح خودشون بکشن، حالا به دید ما شهید کنن، اگر هفت شیعه رو بکشن جاشون در بهشته و معتقدن که اگر هر کس هفت شیعه رو کش با رسول خدا هم نشینه در بهشت و پارو فراتر از او میذارن. بعد از کشتن هفت شیعه عملیات های انتحاری انجام میدن، خباثت و بیعقلی و بیتدبیری به جای میرسه که عملیات های انتحاری انجام میدن، بمب و نارنجک به خودشون میبندن و فلسفه این کارشون هم میگن که ما میخوایم زودتر به بهشت برسیم، به حوریه برسیم، به رسول خدا برسیم در بهشت. میخوام بگم در باطل بودن خودشون، در بی‌تقوا بودن کارهای خودشون محکم و استوار هستن و پای اعتقاد باطل خودشون ایستادگی میکنن تا جایی که جون کثیفشون هم در راه این راه باطل خودشون میدن. حالا حرف من اینه که مای بچه شیعه، مایی که مدعی هستیم، مایی که آرزو میکنیم ای کاش در کربلا بودیم، مایی که آرزو میکنیم اگه در کوچه‌های بنی هاشم بودیم و و و و چه کار کردیم نسبت به تقابل با این جریان. یقیناً در فرهنگ شیعه، در فرهنگ انسانیت، در فرهنگ اسلام این نیستش که ما هم مقابله کنیم بریم جون بی ارزش اونا رو به درک واصل کنیم. نه، اونا اصلا حد اینا نیستن، عدد اینا نیستن و دین یه اجازه به ما نمیده و فرهنگ عاشورایی ما، فرهنگ فاطمی ما خیلی فراتر از اینا هست که بخوام توی زمینه فکر کنیم. ولی کدومی که از ما اومدیم این اراده رو در مقابل اون اراده باطل اونا به کار بردیم که میگیم خب حالا اونا میگن هفتا شیعه رو بکشیم به بهش میریم، کدوم یکی از ما اومدیم به خودمون، بین خودمون و مولامون امیرالمومنین، بین خودمون و مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها، این اراده، این عهد، این پیمان رو ببندیم که بگیم ما هم بیایم هفتا از بچه شیعه هایی که الان فاصله گرفتن با فرهنگ عاشورا اونا رو بیاریم تو دستگاه اهل بیت؟ یک مروری همین الان تو ذهن خودتون داشته باشیم خدا وکیلی. کدوم یکی از ما اومدیم این اراده رو کردیم که بگیم آقا ما هم بیاییم دست به کار بشیم در یک مقطع زمانی 6 ماهه، 1 ساله، هرچی. 7 نفر از دوستان خود کم داریم دور و بر خودمون، کم داریم در اطراف خودمون.
سلام این عزیزانی که خدا این توفیق رو ازشون گرفت که حلاوت و شیرینی پای سفره امام حسین رو ازشون گرفته باشه تو خانواده همون. اگر نبود، اگر بچه شیعه های ما منحرف نمی شدن، اگر بچه شیعه های ما، خانواده های متدین و مذهبی ما از این فرهنگ مقدس فاصله نمی گرفتن، چرا باید آمار طلاق در کشور ما اینقدر زیاد باشه؟ چرا باید مصرف مشروبات الکلی در کشور شیعه زیاد باشه؟ چرا باید اینقدر فقر و تبعیض و فساد و فحشا زیاد باشه؟ به خاطر که همه ماها بی تفاوت بودیم. خیلی خیلی که هنر بکنیم دیگه منت هم سر هم دیگه و سر اهل بیت هم میذاریم، اینه که هفته یه بار یه جلسه بیاییم. خودتونم قاضی خودتون باشید، خودتونم قضاوت کنید. اونو بازم دوباره تکرار میکنم، در این باطل بودن خودشون چقدر مستحکمن. نمیدونم این شهامت رو داشتیم که عکسای این فجایع کشور سوریه رو نگاه کنید یا نه. یعنی بعیده یکی بره تو اینترنت بتونه بیشتر از 7-8 عکس رو نگاه کنه. یعنی اصلا شدنی نیستش. مثلا من امروز خودم با خودم بودم دیگه اراده کردن که بتونم من عکسای بیشتر نگاه، یک قسمتی بود 18 تا عکس رو بودم، واقعا 18 تا عکس رو نگاه کنم. عکس 4 و 5 رو اصلا نتونستم نگاه کنم. برید ببینید، گفتنش سخته چه برسه دیدنش، و ببینید اونا به کجا رسیدن که این عملای فجیع رو انجام میدن. همین امروز توی تصاویر جدیدشون دوتا از شیعه ها رو زنده زنده داشتن با این ارهای برقی بدناشون رو تیکه تیکه میکردن. هست، برید ببینید. به جرم شیعه بودن. سری رو بریده بودن، گذاشته بودن کنار منقل کباب، اون سرم همونطور کنار کباب بسوزه مثلا. همه اینا هست، امروز من دیدم. بچه یه 5-6 ساله رو جلو پدر مادرش از دیوار آویزون کرده بودن دست پا و الاخر. با کمال تأسف فکر میکنیم اینا خوابه، فکر میکنیم اینا رویایه، فکر میکنیم اینا اتفاق نیفتاده. یک اتفاق عجیبی که اینا اینقدر خباثت، اینقدر بیدینی، اینقدر کثیفی که دو تا بچه رو بردارن جلو پدر مادرش با چه وضعیتی که خدا وکیل قابل گفتن نیست، چی کار بکنن جلو پدر مادر، بعد از پدر مادر بخوان چه اتفاقی بیفته با اینا. ببینید دوستان، به خود حضرت زهرا سلام الله علیها و این ایام، اون دنیا ما هممون گیریم. و فکر نکنیم حالا اونا تو سوریه ما تکلیفی نداریم. اگر همینقدر بی تفاوت باشیم، اگر همینقدر به فکر خودمون باشیم، نمیدونم، من اول صحبت هم گفتم به هیچ کدوم از دوستان بر نخوره و اصلا طرف حسابم شما ها نیستیم. گفتم قرار یه درد دل بکنیم. نمیدونم بعضی از ماها چقدر غرق این دنیا شدیم، چقدر مگه قرار ما توی دنیا بخوریم، چقدر مگه قراره بپوشیم، چقدر مگه قراره دیگه تای تایش مثلا میخوام چقدر سرمایه دار جون. یعنی این دنیای بی این بی ارزشی به کجا میرسه که ما از همه اصول اولیه خودمون دست برداریم. بعد این اتفاقاتیه که میفته، بعد ما دلمون خوشه که حالا یه جلسه شب چهارشنبه میام، یه هیئتی میام، یک مشکی برای از زهرا میپوشیم، یه سینه میزنیم. گفتم اولا من این تحلیل خودمه، یعنی این که من اومدم دیدم چرا باید به این وضعیت برسیم. حالا من یک چیز دیگه هم توی این حالا
تحقیق که نمیشه گفت، مروری کردم خودم بحث شیعه و اینا رو، به یک موضوعی رسیدم خیلی برام عجیب بود. با خودم گفتم 1400 سال از زمان رسول الله و آقا امیرالمومنین میگذره، دهکده جهانی الان داره اتفاق میفته، فصل فصل ارتباطات و علم و تکنولوژی و بالاخره نگاه ها تفکرات خیلی متفاوت شده تا اون موقع. توی این فصل تکنولوژی و اصطلاحاً دهکده جهانی این افراد میان این بی‌تقوایی ها رو انجام میدن، این کارهایی که پوچ انجام میدن. حقیقتاً 1400 سال پیش اینا که از نسل اونا هستن، بیان ببینیم که اون حضرت امیرالمؤمنین با اینا چی جوری کنار اومد و چه کشید. قربت امام مجتبی، یعنی این خیلی روش فکر کنید و خودتون بگین اینا نسل اونایین. بعد از 1400 سال نسل‌ها گذشته 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 به اینا رسیده، اینا دارن این اتفاقاتو و این کارا رو میکنن برای شیعه. 1400 سال پیش بزرگانشون با امیرالمومنین و امام حسن چی کردن؟ حقیقتاً جای تأمل داره، حقیقتاً جای فکر داره. من دوباره تأکید میکنم که این بی‌غیرتی دینی، این بی‌تعصبی دینی، این بی‌تفاوتی در بین بچه شیعه ها داره زیاد میشه. خدا وکیلی اومدن طرح چادر ملی رو ریختن، چقدر هم هیاهو کردن و ما به این نتیجه رسیدیم که چادر ملی داشته باشیم. از این جسارتاً حرفای بی‌ارزششون، چادر ملی رو وارد بازار ایران کردن به این امید که مانتویای ما چادر ملی پوش بشن. نتیجهش این شد که مانتویا که چادر ملی نپوشیدن، چادریای ما رفتن سراغ چادر ملی، یعنی یک قدم عقب‌تر. بحث حجاب تو خود شهر مشهد که مطرح بود، میگفتن آقا حالا مثلا اول که بودن با شهر امام رضا، حالا میگفتن حالا اطراف مشهد، حالا طرف احمد، طرف وکیل آباد و کوسنگی اینا اشکال نداره، حریم امام رضا حساب نمیشه، حالا اونا تحلیلاشون بود. همینطور اومدن جلو 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 جلو، الان به جای رسیده که این مسئولین آستان و قدس میگن ما متعجبیم از اینکه چجوری اینا اینطور خانمای آرایشکده وارد حرم میشن. ما که جلو در ورودی جلوشون رو میگیریم، میگه آرایشاتون رو پاک کنید. رفتن تحقیق کردن که چجوری اینا میان، بعد میگن حالا به جای رسیده که میرن توی دستشویی‌های حرم عقدیه‌ای ها اونجا آرایش میکنن، که اگه فهم کنم زنگ بدون آرایش تو اون حرم باشن چی میشه. نگاه کنین اینو میخوام بگم، یعنی عقب نشینی از مواضع اعتقادی ما، این کار دشمنه ها، یعنی یکی یکی داریم بیتفاوت میشیم. حالا ماها خودمون حالا چی را داریم؟ ما بچه‌مون مواظب باشیم چیکار داریم؟ به بچه همسایه، بچه خاله‌مون چیکار داریم؟ ما خودمون و فلان اینها. بعد یواش یواش میبینیم همه دینمون، اعتقاداتمون، همه 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 داره به یغما میره و خطرم هست. خدا عاقبت بچه های ما و نسل آینده ما رو بخیر کنه، خود ما هم همینطور. حالا در این حال من اینو میخواستم بهتون بگم که یه مقدار به خود بیاین. میدونم هم که الان شاید حرفای ما تحت تاثیر قرار داده، احساس شدیم چی شدیم، بله، ولی متاسفانه اثرش در داخل همین مسجد، و وقتی باز رفتیم از مسجد بیرون دوباره همون هیاهو، دوباره همون دنیای ماشینی و میکانیکی، و دوباره همون دغدغه برنج و روغن و پوشاک. و ببخشید حالا بازم میگم، چون من مخاطبم شما نیستیم دارم میگم، دوباره همون تفکر و زندگی حیوانی، بخوریم و بخوابیم، بخوابیم و بخوریم، تمام شده. دیگه اشرف مخلوقات و بچه شیعه و تکلیف و ادای دین و امان از دل زینب و آقای امام زمان تموم شد.
اینو انشالله مد نظرمون باشه. اول از همه به خودم میگم، بعدم به دوستان دیگه ایه که بعدها صدای منو میشنون، که بالاخره حیفه این مکتب ناب و پاک و مقدس شیعه که این با اینقدر سختی به دست ما رسیده از زمان خود رسول الله و امیرالمومنین تا الان، و ما اینقدر راحت از کنارش بگذاریم. انشاءالله که خود بیبی به همون توفیق بده بتونیم قدرشناس زحماتشون باشیم و یه مقدار از خواب قفلت بیدار بشیم. او دنیا اگر حضرت زینب جلومونو گرفتن گفتن که شما میتونستید با اقدامات خودتون نگذارید که این اتفاقات در اطراف حرم من بیفته، این شلوم دنیا بتونیم جوابی داشته باشیم، حرفی داشته باشیم. خب این تقریبا قسمت اول صحبتام بود. باور کنیم که بی تفاوت شدیم، باور کنیم که نسبت به اعتقاداتمون عقب نشینی کردیم، باور کنیم نسبت به دغدغه هایی که برای مسائل روزمرگی زندگیمون داریم که نیاز هست باید باشه، نسبت به اون نسبت به مسائل اعتقادیمون نداریم، و باور کنیم که روزی خواهد آمد که بیان زیر تاوتامون رو بگیرن و بگن بلند بگو لا اله الا الله. باور کنیم و باور داریم که صحرای محشری هست، حضرت زهرایی هست، حساب و کتابی هست، اون موقعی که هیچ کس به هیچ کی رحم نمی کنه، هیچ کی هیچ کس رو نمی شناسه، ما اعمال خودمون، اون موقعی که بالاخره میبینیم ائمه رو و بالاخره میبینیم بی بی رقیه رو، میبینیم حضرت زینب سلام الله علیها رو، اون موقع نکنه ما خجالت زده بی بی باشیم، اون موقع نکنه ما خجالت زده شهدای مدافع حرم باشیم. 18 تا شهید فقط تو مشهد از مهاجرین افغان داریم. کدومی که از شما رفتین سراغ این 18 تا پدر مادرشون؟ توفیق بود من چند روز پیش رفت دادم خدمت خانواده یکی از شهداشون، آقای حسین خدا رحمتش کنه، یه جوان 17-18 ساله، عشق میکرد آدم این رو نگاه کنه، خوش به حالش. خانوادهشون گفتن که وقتی بود سوریه برن بحث مدافعان حرم، میگفتن که بدن رو فرستادن، سر رو نفرستادن، بعد عکس سری رو با چه وضعیتی برای اینا فرستاده بودن، حالا یه بعد پدر میبینه و سکته میکنه، دنیا میره که همین مشهد خودمون، همین منطقه ساختمون خودمون، راه دوری نمیره. اینا اتفاق داره میفته و دوباره داره تاریخ تکرار میشه، دوباره داره خانه نشینی علی میاد. اگر ما به این وضعیت بی تفاوتی خودمون ادامه بدیم، انشالله خدا همه اون از خواب قفلت بیدار کنه. انشالله خدا به همه اونایی که الان توی شهر دنبال آجیل شب عیدشونن، دنبال لباسنای بچه هاشونن، دنبال سفره هرسینشون هستن، این توفیق رو به اونا هم بده که بدونن تو شهر امام رضا دارن نفس میکشن، امام رضایی که دلش از ما بچه شیعه ها خونه. نگی من به ما چه، نگی من ما چه کاریم، نگی من این مملکت مسئول داره فرهنگی، مسئول فرهنگی داره، اینا همه ما ها مسئولیم. ما به عنوان یک بچه هیئتی، یک رزخار سر سفره امام جواد امام رضا مسئولیم. لااقل خودمون میتونیم جلو خیلی از کارهایی که اطرافیانمون دارن انجام میدن رو بگیریم. خب بگذاریم، توی این زمینه حرف زیاده و نمیخوام آخر سالی کام شما رو با این حرفا تلخ کنم، ولی اونایی که تو کشور سوریه الان دارن اینجور مبارزه میکنن، اونایی که تو کشور سوریه داره با بدنای زنده تانک ها ازشون رد میشن، اونایی هم سال تحویل دارن، اونایی هم آخر سال دارن، اونایی هم دوست دارن تو آرامش باشن، دوست دارن تو آسایش باشن. انشاءالله خدا ما را مدیون خون شهدا و خون اهل بیت قرار نده. یک صلوات بفرست. اللهم صل علی